زندگی نامه دکتر رمضان بشردوست، فقیرترین عضو پارلمانی افغانستان. چنل ما را سابسکرایب نمایید، روی زنگوله فشار دهید و برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک نمایید. در ادامه با ریا تیوی همراه باشید. با سلام و درود خدمتی همراهان گلم، امیدوارم خوش و خندان و سر حال باشید. خوش آمدید به یک از ویدیوهای تازه از چنل آریا تیوی. بیوگرافی دکتر رمضان بشردوست. دکتر رمضان بشردوست فرزند محمد علی در سال 1340 هجری شمسی در ولسوالی قره‌باغ چشم به جهان گشوده است و مکتب ابتدایی و متوسطه را در ولسوالی قره‌باغ و مقر ولایت غزنی و شهر میمانه ولایت فاریاب به پایان رسانده است. او دو ماه بعد از کودتای 7 ثور سال 1357 هجری شمسی به کشور ایران مهاجر شد و بعد از اتمام لیسه به پاکستان هجرت نمود. دکتر بشردوست در سال 1360 هجری شمسی پاکستان را به قصد فرانسه ترک نمود و در آنجا درخواست پناهندگی سیاسی نمود، اما هیچ وقت درخواست تابعیت فرانسه را نکرد. دکتر بشردوست در سال 1361 هجری شمسی شروع به کار و آموختن زبان فرانسوی در فاکولته ادبیات شهر دیژن نمود. او در سال 1363 هجری شمسی تصدیق نامه عملی زبان فرانسوی درجه اول را از دانشگاه شهر دیژن دریافت نمود. رمضان بشردوست در سال 1364 هجری شمسی بعد از سپری نمودن امتحان به فاکولته حقوق علوم سیاسی دانشگاه شهر گرومبل ثبت نام نمود و در سال 1368 ماستری حقوق را دریافت کرد. او در سال 1369 هجری شمسی در دانشگاه ژان مونی پاریس در رشته دیپلماسی به تحصیل خود ادامه داد و موفق به اخذ دیپلم تحصیلات عالی تخصصی مافوق ماستر گردید. دکتر بشردوست در سال 1371 هجری شمسی به دانشگاه تولوز در رشته علوم سیاسی ثبت نام نمود و موفق به اخذ دیپلم تحصیلات عمیقی مافوق ماستر گردید. دکتر بشردوست در سال 1374 هجری شمسی موفق به اخذ دکترا از فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تولوز شد. دکتر بشردوست از سال 1375 هجری شمسی تا سال 1382 هجری شمسی در دانشگاه های پاریس مشغول به تدریس مضامین حقوق و علوم سیاسی، دیپلماسی، بینوانی، همکار استاد ایفای وظیفه نموده است و همچنان با دارالوکاله های پاریس همکاری می نمود. دکتر بشردوست مدتی چند ماه در سال 1381 هجری شمسی به حیث سکرتر سوم در سفارت افغانستان در پاریس ایفای وظیفه نموده است، اما به علت اختلافات شدید با سفیر وقت در مورد خانوادگی شدن سفارت، مصارف گزاف و حیف میل اموال بیت المال از سفارت اخراج و به دعوت وزارت امور خارجه افغانستان برای ساختن مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت امور خارجه وارد کابل شد. اما بعد از مدتی بی سرنوشتی و میرزا قلمی در وزارت امور خارجه به حیث معاون دپارتمنت سازمان ملل متحد و کنفرانس های بین المللی و بعدم به حیث مدیر دپارتمنت سیاسی کشورهای اروپایی غربی وزارت امور خارجه مقرر شد.